دوستان درود، میخوایم در رابطه با فیلتر درایر یا همون رطوبتگیر یخچال صحبت کنیم. میخوایم یه دونشون رو باز کنیم که ببینیم داخلش چی هستش و چی کار میکنه. با ما همراه باشید. خب دوستان، همینطور که میدونید فیلتر درایر یا همون رطوبتگیر انتهای کندانسور و ابتدای لوله مویی وصل میشه و وظیفه‌ش هم اینه اگر رطوبت کمی، گرد و غباری، رسوبی، چیزی داخل سیکل باشه نذاره که وارد لوله مویی بشه و باعث اختلال در عملکرد برودت بشه. همینطور که میبینید داخل فیلتر درایر از سیلیکاژن تشکیل شده و سیلیکاژن هم همون رطوبتگیر هستش که رطوبت رو خودش جذب میکنه و نمیذاره وارد سیکلش بشه. از این طرف داخل فیلتر درایر دو طرفش یه صافی و فیلتری داره. سمت کندانسور درشتره که برای ورود گاز هستش و سمتی که به لوله مویی میره یه خود ریزتر هستش دیگه، برای جلوگیری کامل. من الان داخل سمت ریزش رو میشکافم که شما لوله مویی داخلش رو ببینید. از اون طرف لوله مویی نباید خیلی بیرون باشه چون که جوش داخلش رو پر میکنه. از اون طرف هم خیلی نباید هولش بدید داخل چون که میزنه به این توری و این توری رو پاره میکنه و این توری اگر پاره بشه سیلیکاژنا جلوی لوله مویی رو میگیرن و باعث میشه گاز از اون کیپ بشه. ببینید اینجا لوله مویی اگر یه خورده بیشتر جوش میداد داخل لوله مویی پر میشد، چون دقیقاً لبه بود. بعد یه خورده به سمت داخل لوله مویی فشار بدیدش که جوش باعث نشه پر بشه. از اون طرف هم زیاد فشار ندید چون توری پاره میشه. ببینید وقتی میخوام لوله مویی رو وصل کنم، اول دور خود فیلتر خمش میکنم، بعد از سمتی که میخوام به کندانسور وصلش کنم لوله رو میکنم داخل، شروع میکنم خم کردن. چرا از سمت کندانسور؟ چون که اون سمت اگر لوله رو بزنم داخلش توریش نازکتره و پاره میشه. قشنگ لوله رو خم میکنم، میذارم سر جای خودش و حالا برش میگردونم حالا تنظیمش میکنم سر جاش و اون سمت لوله مویی رو هولوش 1.5 سانت تا نزدیک 2 سانت میتونم بذارم داخل که به اون توریه نخوره. از اون طرف هم زیاد نمیذارم که اون توریه رو پاره نکنه. اینم پایان کار ما بعد از جوشکاری. خیلی ممنون که همراه ما بودید. شاد و پیروز باشید.